سلام دوستای عزیز، با امید ازی که همه شما جور و صحتمند باشین در این وقتای سخت کرونایی. خوش آمدین به برنامه نگینه ها با من مهناز عالم. در این برنامه راجع به چیزای زیاد مهم گپ میزنیم. اولین مضمونی که راجبش گپ میزنیم ای است که در مکتبا چی کارا انجام میشه تا که از کرونا جلوگیری کنن. در بخش دوم ما راجب منظم بودن گپ میزنیم که منظم بودن چی خوبی ها داره و ما چرا باید از منظم باشیم. برتان در آخر برنامه رسمی هفته برنامه نگینه ها رو نشان میدم که در صفحه فیسبوک ما نشر میشه و برتان یک کتاب جالب معرفی میکنم که به نظر ما برای جوانا خوبتر است نسبت به طفلا. به نام خداوند یکتا برنامه را آغاز میکنیم بعد از چندین ماه. در بخش اول ما راجب از این گپ میزنیم که در مکتبا چی کارا انجام میشه تا که از کرونا جلوگیری کنیم. وقتی که در داخل مکتب میشین، شما نمیتونین که داخل مکتب شوین تا که یک کاغذ برای مدیره و برای معلمتان نشان بدین. در این کاغذ تاریخ نوشته است و امضای یا مادرتان یا پدرتان یا یک بزرگ یک کس بزرگتان که برایتان زندگی میکنه که کاغذ برشون نشان میده و امضا برشون نشان میده که شما علائم کرونا ندارین و غیره. اگر این کاغذ نداشته باشین با خود، مکتب کوشش میکنه تا با مادر پدرتان در تماس شوه و ازشان پرسان کنه. لطفا کاغذهایتان فراموش نکنین تا که از این جنجالا دور باشین. وقتی که داخل مکتب میشین باید از مواد ضد عفونی استفاده کنین و به صنفایتان برین. در بین صبح و نان چاشت ما در مکتب خود یک وقفه 10 دقیقه‌ای داریم و در این وقفه 10 دقیقه‌ای ما ماسکای خود اجازه داریم پس کنیم در بیرون میباشیم، اما باید از فاصله اجتماعی را مراعات کنیم. وقت نان چاشت که میرسه، پیش از نان چاشت ما باید که دستای خود بشوییم و تشنابا فقط تا 2 نفر اجازه داره در مکتب ما. اما فکر میکنم اگر تشنابا یک ذره کلانتر باشه در مکتبای دیگه امکان دارد که زیادتر نفر اجازه داشته باشه، اما چرا که تشنابای ما در مکتب ما بسیار خرد خرد هستن، تنها 2 تا 3 نفر میتونن استفاده کنن، فقط 2 نفر اجازه دارن. بعد از نان خوردن ما باید است که میزای خدا وایپ کنیم و بعد از وایپ کردن میز میریم به بیرو. وقت پس برمیگردیم به مکتب باید از دستای خدا ضدعفونی بزنیم و بعد از نان چاشت تا وقت رخصتی مکتب ما باید از یک وقفه 10 دقیقه‌ای داشته باشیم که بیرو برایم و ماسکای خدا بکشیم. گپ دیگه که در هر صنف هر میز 2 متر فاصله داره. ما در میدل سکول هستم، صنفای 6، 7 و 8 و ما بعد از هر صنف پیش از دوران کرونایی با یک صنف دیگه می رفتیم. اما حال ما در یک صنف می باشیم کل روز. لاکر هم نداریم. لاکر بجای لاکر ما باید از که بایکای خود در پشت چوکی های خود بانیم و این کار به نظر من بسیار کار خوب بود، چرا که هر وقت که یک چیزم کار بود میتونم که زود کنه در بخورم و بگیرم. دوستای عزیز، اگر فکر میکنین که مکتب رفتن یک کار خوب است که انجام بتین، میتونین که از آنلاین با این کلاس برین در ماه جنوری یا فوریه. و اگر فکر میکنین که این کلاس وقدر سیف نیست، میتونین که پس با آنلاین برین. به نظر ما خوب است مکتب رفتن، اما
یگان شاگردا هسته که فاصله اجتماعی را مراحت نمیکنند در بیرو و به نظر من زیادتر نفر ضرورت است در مکتبا تا که ببینند که کلگی فاصله اجتماعی را مراحت میکنند. چرا که ما دیدیم که پلو در پلوی بسیار نزدیک استاد میباشه یگان تا از دوستایم و وقتی که بازی میکنند سپورت چی داره و ماسک نمیپوشند و بسیار نزدیک میباشند و یگان معلم ها متوجه نمیشن. یه گپ دیگر رو جبش میگم برتان که وقت ورزش شما ما چه قسم کوشش میکنیم که از کرونا جلوگیری کنیم. البته ما از توپا استفاده میکنیم و از هر چیز استفاده میکنیم در صنف ورزش. هر 15 دقیقه بعد ما باید از دستای خود از ضد عفونی بزنیم. سپورتی که زیادتر در مکتب ما بازی میشه تا که از کرونا جلوگیری کنیم والیبال است. از خاطر که در بین هر شاگرد یک فاصله زیاد است و فقط یک چیز استفاده میشه در این بازی که فقط یک توپ است. و هر 15 دقیقه بعد دستای خود را زیر عفونی میزنیم. حالا دوستای عزیز یک وقت فقط کوتاه میگیریم. آغاز روز چای ارغوان من از چای ارغوان استفاده میکنم، بسیار مزه‌دار است و لطفاً از این چای بنوشین، بسیار مزه‌دار است. و این میوه های خشک از افغان سوپرمارکت فراموش نکنین که خریداریتان از افغان سوپرمارکت کنین. و تشکر بسیار زیاد از اسپانسر برنامه نگینه ها و آقای اشرف ایمانی. بخش دوم ما راجع به منظم بودن است. منظم بودن سر دو چیز ما تاثیر داره که الف مایندست ماست گفته از این مردم و ریسپانسیبلیتی ما. ما در مکتب یک نمره داریم برای ارگانیزیشن یا منظم بودن که به نظر من بسیار کار خوب است و در افغانستان هم این نمره به شاگردا داده میشه به نام تذیب بخشینه کم مانده بوده زیادم بره. سر مایندست ما چطور منظم بودن تاثیر داره؟ اول راجع به اتاق گپ میزنیم. ما دروغ نمیگم اتاق ما بعض وقتا قدر پاک نمیباشه، اما کوشش میکنم که پاک نگاه کنم و منظم باشه. در انگلیسی یک گپ هست که میگن A clean room equals a clean mindset. از صبح که بخیزین در اتاق پاک باشین، احساس زیر میکنین که روز نو است، خوش میشین و میخواین که هر کار را انجام بدین و آماده میباشین برای روز. بکتانم پاک نگاه میکنین. ریسپانسیبلیتی، چطور میتونیم که ریسپانسیبل باشیم در وقت منظم بودن؟ ما کارخانگی خود انجام میدیم و هیچ کار با آخرین دقایق نمیمانیم. خب راجبه اگان چیزای دیگه هم گپ میزنیم که در مورد منظم بودن است. دوستی داشتن. حالا که ما پس برگشتیم به مکتب متوجه شدیم که یگان شاگردا هستن که دوستی ندارن، کتابچه ندارن و این بسیار کار خراب است. وقتی که دوستی نداشته باشین کاغذایتون گدوال است، نمیفهمین کدام کاغذ در کجا پیدا کنین. نیم کاغذایتون در خانه است، نیمش در بایکایتون و دیگیش در داخل میزتون در مکتب. با این کار هیچ خوب نیست. از اون خاطر دوستی داشتن بسیار خوب است و هر صفحهتون را لطفا به ترتیب بانید تا که بفهمین کدام صفحه در کجا پیدا کنین و بایکتون را لطفا گدوال نکنین. دوستیتون را منظم بانید. کتابچه. ما یک چیز دیگر هم دیدیم در اینمی چند وقت که ما پس برگشتیم به مکتب. یکان شاگرده هستن که کتابچه ندارن و این باعث از این میشه که کاغذشان از دوسیا داشتن هم که بدتر است، چرا که نمیفهمین که کدام کاغذ بر کدام مضمون است و این کار هیچ خوب نیست.
از او خاطر لطفاً دوسیه داشته باشین و کتابچه داشته باشین. من از یک دوسیه بسیار کلان استفاده میکنم که میتونم که چند کاغذ چندین مضمون ما درش جا کنم. پنسل کیس هم یک چیز مهم است که به نظر ما بسیار منظم نگاه کردن پنسل کیس یک مشکل است، از خاطر که نمیفهمیم که چی وقت سر یک پنسل مشکنه. زیادتر وقت متوجه نمی باشیم که قلمتان سرش است یا نیست. دیگه ای که یکان کاغذکای خورد می باشه یا خطگشتان و قدر پاک نمی باشه و ای قدر خوب نمی باشه، از خاطر که اگه پنسل تان سر نداشته باشه، فرض کنین که در وقت امتحان هستین پنسل تان سر نداره، او خدا ما چی کنم تا که دو رقم پنسل ما تراش کنم ما میتونستم وقت یک دو سوال ما جواب میدادم نه؟ و یا اگه پنسل قلم تراش ما پست می داشت داخل پنسل کیس ما مردار می بود، اگر سر قلم ما داش یک جانه می بود داخل پنسل کیس ما خط خط می شد و این کار خوب نیست. از او خاطر ما برای همه دوستای می گم که بهترین کار اینیست که هر روز شما پنسل کیس تانه ببینین که چی ضرورت است، چی ضرورت نیست، چی باید است سرش تراش کنین، چی نیست، پنسل تراشتان پر است، پر نیست. و ما اینمی یکی از چندین تپای است که برتان میدم. دومین چیزی که بسیار خوب است و منظم بودن تانم برای معلمتان نشان میده تغییر دادن لباسهایتان از هر روز. اگر هر روز شما لباسهایتان تغییر بدین، ای به معلمتان نشان میده که شما هر روز آماده یک روز نو هستین و بسیار منظم هستین. بایکتانم لطفا خوب پاک صفا نگاه کنین هر روز، سعی کنین که کدام دوسیه‌هایتان ضرورت است، کدام دوسیه‌هایتان ضرورت نیست، خوب به ترتیب بانین هر چیز. خوب آل دوستای عزیز، برتان یک کتاب که برای نوجوان هست معرفی میکنم به نام The Lion Game. این کتاب راجع به دو خواهر است که دوگانه هستن، اما یکیش تا سن 5 سالگی با مادر خود بود، دیگهش از وقت که تولد شد در پروگرام فرزندی بود. و نفره که قصه میکنه در این کتاب دختر است که تا 5 سالگی با مادر خود یک جا بود و بعد از او در خانواده های فرزندی بود. تمامش مملکت امریکا را این دختر دیده، در ایریزونا بوده، در فیلادلفیا بوده و غیره. اما یک روز 2 هفته پیش از 18 ساله شدن، این دختر خبر میشه که یک خوار دگانه داره. وقتی که میره به اشاره که خوار دگانش است و زندگی میکنه، خبر میشه که خواهرش مرده و همگی در روشا فکر میکنه که این دختر خوارش است و مجبور است که این دختر زندگی خواهر خود پیش ببره، اما در این وقت کوشش کنه که پیدا کنه که کی خوارش کشته. بسیار یک قصه جالب است، اما من به طفلکای خورد کتاب مناسب نمیبینم. اگر از سنای 14 به بالا باشین خوبتر است، البته فکر میکنی تو خود 12 هستی چطور میخوانی؟ من خود در کتابخانه مکتبم پیدا کردم، از معلمم اجازه گرفتم، از مادر پدرم اجازه گرفتم و گفتن که اجازه داری که کتاب ها بخوانی. پس اگر شما از سنای 13-14 اکثره پایان استین، لطفا از مادر و پدرتان اجازه بگیرین و ای اولین دفعه نیست که من کتاب میخوانم، مادر پدرم از این خبر دارن. خب این کتاب با نشته سیرا شپرد است. این رسامی بی برنامه نگینه هاست که در صفحه فیسبوک ما نشر میشه. قسمی که میبینین زیاد در
فیسبوک نگینه ها مندالم ما نشر میکنم. در دوران قرنطینه زیاد مندالا خوشم آمد، رنگایش و دیزاینایش. وقتی که طرف یک مندالا سعی میکنم یک خینه یادم میاد. در این مندالا دو قسم رنگ استفاده کردیم، رنگ های گرم و سرد. در یک طرف گلابی، سرخ، نارنجی، زرد، نسواری و در طرف دیگر یاسمندی، آبی و سبز. کدام طرف خوشتان میاد بیشتر؟ لطفا در صفحه فیسبوک ما کامنت بگذارین و بگوین. ما کوشش میکنم تا در آینده از رسومی های دیگر نقاشی کنم، اما مندالا زیاد خوشم میاد و برتان وعده نمیتم که آخرین نفس تک مندالا رو میبینیم. خب دوستای عزیز، با آخر برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از توجهتان و بسیار تشکر از این که اقدر دیر منتظرم بودین، اقدر زیاد پرسان ما کردین. بسیار احساس خوشی کردم و دیگه ما برگشتیم. پیامای ما زیادتر میبینین و خیر در تلویزیون جهانی امید 24 و پروگرامای ما رفته میباشه ساعت 7 بجه روزای دوشنبه. در یوتیوب هم میتونین ببینین، در یوتیوب تلویزیون جهانی امید 24 لطفا سبسکرایب کنین و فیسبوک نگینه ها را فالو کنین. دیگه تشکر بازم از توجهتان. تا دیدار، الله نگهدار.